طالبی، روزنامه‌نگار از برلین همراه ما هستن. آقای طالبی، هدف مشخص سپاه پاسداران از حملات موشکی و پهپادی دیشب چی بوده واقعا و چقدر بر اساس گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده این حملات اصلا موفق بوده؟ سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. خب این حملات درست بعد از مانور مشترک نیروی دریایی ایران و پاکستان در تنگه هرمز و دیدار وزیر خارجه هند از تهران و همچنین ملاقات آقای عبداللهیان با انورالحق کاکار در داووس انجام شد. آنچه که مشخصه در حمله که دیروز و امروز صبح، یعنی دو تا حمله که به منطقه کوه سبز در پنجگور انجام شده، جایی که تقریبا 50-60 کیلومتر فاصله داره و مرز ایران، علاوه بر اینکه دو کودک کشته شده و زخمی ها 4 نفر شده، یک مسجد هم در اونجا صدمه دیده. آنچه که مشخص است، علارغم اینکه اعلام میشه که سپاه پاسداران در این حمله با موشک حمله کرده، ولی برخی منابع گزارش میدن که حملات توسط پهپادهای نیروی زمینی ارتش بوده. جمهوری اسلامی ایران تلاش داره با این حملات به نوعی با کمترین هزینه بخواهد پاسخ بدهد به زعم خودش که اون انتقام رو داره میگیره و همچنین علاوه بر مصرف داخلی و تبلیغاتی که این مسئله داره، نشان بدهد که نمیخواهد مستقیما با ایالات متحده درگیر بشد. علارغم اینکه چنین حملاتی صورت میگیرد و برخی کشورها اعلام میکنند که نسبت به این حملات آگاهی نداشتن، ولی مشخصا احتمال اینکه هم در حمله به ادلب در سوریه با ترکیه و هم در حمله به پنجگور در کوه سبز در پنجگور، احتمال زیادی وجود داره که با پاکستان هماهنگی صورت گرفته باشد. بنابراین پیامدهای این حمله در مناسبات تهران و اسلام آباد چه خواهد بود؟ در حقیقت این تنشی که شکل گرفته چه روندی خواهد داشت؟ خب ببینید، پاکستان و ایران خب زیاد در روابطشون تنش نداشتن جز مناطق مرزی و منطقه بلوچستان که خب بین دو کشور وجود داره و از سال 2013 یک قرارداد مبارزه با تروریسم و امنیتی دارن، ولی آنچه که مشخص است امروز پاکستان شرایطی رو داره که انتخابات نزدیک است، در ماه آینده انتخابات سراسری و همچنین فضای رادیکال و اسلامی پاکستان که وجود داره در این شرایط، به نوعی شاید این فرصت رو به دولت کنونی بده که بتواند از اون بهره برداری بکنه. امروز الان ما شاهد این هستیم که فرماندهی کل نیروهای مسلح در پاکستان یک جلسه اضطراری گذاشته و علارغم اینکه پاسخهایی که توسط آقای شهباز شریف و یا سایر سناتورها داده شده و حتی وزیر اطلاعات منطقه بلوچستان داده شده، پاسخهایی تقریبا نرم بوده، اما در فضای مداخلی شاهد هستیم که برخی منابع پاکستانی اعلام کردند در ماه گذشته وقتی مسعود الرحمن عثمانی، یکی از رهبران سپاه صحابه، کشته شد، هنوز مشخص نبود چه کسانی در این سوءقصد اشتراک دارن. 4 نفر دستگیر شدن که به گفتی اونها، این 4 نفر ایرانی و یا وابسته به ایران هستن و وابسته به سازمان دانشجویی امامیه هستن. حتی امروز اعلام شد که تعدادی افراد هم در کراچی که مرتبط با جمهوری اسلامی ایران بودن و اخاذی اطلاعاتی و مالی می‌کردن دستگیر شده. آنچه که مشخصه امروز، علارغم اینکه پاکستان سفیر خودش رو از عذر میخوام که وسط حرفتون هستم، میدونم این موضوع باید بیشتر بهش پرداخته بشه. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین همراهمون بودیم.